از آغاز جنبش ملی ایرانیان، نگاه‌ها و توجه‌ها بیش از هر زمانی به شاهزاده رضا پهلوی دوخته شده. شخصی که به پشتوانه 4 دهه فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی مورد اعتماد بسیاری از ایرانیان بوده و در طی این سالها مهمترین نقش رو در رسوندن صدای مردم ایران به جهان بر عهده داشته. شاهزاده رضا پهلوی که این روزها رویدادهای داخل ایران رو از نزدیک رصد میکنه، از آغاز خیزش سراسری در شهریور ماه امسال، دیدارها و گفتگوها با ایرانیان و سیاستمداران خارجی رو در برنامه کاری خودش قرار داده و با برگزاری جلسات و سمینارهای متعدد راهکارهای پشتیبانی موثرتر از مردم ایران رو بررسی کرده. جانم فدای ایران از دی انسر اف تودیز نیشن. در همین راستا شاهزاده رضا پهلوی سفری به اروپا در برنامه کاری خود قرار داد که هدف از انجام اون رایزنی با مقامات و سیاستمداران اروپایی درباره راه‌های حمایت عملی جامعه جهانی از جنبش ملی ایرانیان بود. این گزارشیست مستند از لحظه به لحظه سفر اروپایی شاهزاده رضا پهلوی. از پشت صحنه لحظاتی صمیمی و غیر قابل پیش بینی میدونم ولی فکر نمی‌کنم که باز فکر کرد تا سخنرانی‌ها، دیدارها و ملاقات‌های دیپلماتیک. سفر اروپایی شاهزاده رضا پهلوی از آلمان و شهر مونیخ آغاز شد. شاهزاده قرار بود به همراه تعدادی از چهره‌های اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنند. کنفرانس مونیخ یکی از مهمترین نشست‌های امنیتی جهانه که هر ساله با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در این شهر برگزار میشه. در کنفرانس امسال، کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ده‌ها مقام بلندپایه از کشورهای مختلف حضور داشتند. Good morning and welcome to this extraordinary town hall session of the Munich Security Conference. امسال برای اولین بار هیچ مقام حکومتی از روسیه و ایران به این کنفرانس دعوت نشده بودند و در مقابل برگزار کنندگان به مخالفان این دو حکومت فرصت داده بودند تا به نمایندگی از ایران و روسیه در این اجلاس سخنرانی کنند. Teresa Pavlovy, you have spoken out on behalf of your country in exile for many years, and I wonder if you could speak to us about the role of the diaspora during this crucial moment. I think the most important question that everyone has is what will happen if this regime goes? How do you fill the void? Who fills the void? سخنرانی شاهزاده بر مدیریت فشار بر نظام جمهوری اسلامی و لزوم همراهی جامعه جهانی با مردم ایران متمرکز بود. How can we empower our civil society at home? How can we empower our activists at home? How can the diaspora see where they fit into this and what's their role from the outside in supporting our compatriots? And this plan B that we are all talking about starts with having a direct dialogue. 40 years have gone by. I wish we had started sooner, but I'm glad that finally the opportunity has arrived. در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، دیدار با روزنامه‌نگاران ایرانی و بین‌المللی برای پاسخ به سوالات هم از دیگر برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی بودند. In the Middle Eastern culture, if you don't disagree with me, you're my enemy. No, we can disagree, but that doesn't mean that we have to be enemies. That culture by itself needs to be instilled, and as you know, it's well beyond writing a text on a constitution. It's a behavioral issue, so society has to absorb it, accept it, understanding and adopt it. That's also part of our process. کنفرانس دو روزه مونیخ با خروج شاهزاده از محل برگزاری و استقبال ایرانیان از او به پایان رسید.
پاریس، دومین ایستگاه سفر اروپایی شاهزاده رضا پهلوی بعد از مونیخ بود. بعد از بهمن 57 پاریس به نوعی خانه دوم شاهزاده رضا پهلوی هم به شمار میره و شهبانو فرح پهلوی سالهاست در این کشور اقامت دارن. با حضور در پاریس، منزل شهبانو به مرکز هماهنگی گروه همراهان شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شد. به دلیل اقامت شهبانو فرح پهلوی در فرانسه و روابط تاریخی میان ایرانیان با این کشور، رسانه‌های فرانسوی در 4 دهه گذشته همواره توجه ویژه‌ای به خانواده سلطنتی و اخبار مربوط به ایران نشون دادند. مصاحبه با روزنامه نگار مشهور و رئیس بخش بین‌الملل مجله هفتگی لوپا یکی از مهمترین مجلات فرانسوی بود. محور اصلی گفتگو و سوالات روزنامه‌نگار فرانسوی از شاهزاده بر انقلاب مردم ایران و نقش اپوزیسیون ایرانی متمرکز بود. قبلا که خب همطور که میدونید در عرض 40 سال چقدر روزنامه‌ها و مجلات مختلفی در فرانسه باشون مصاحبه داشتم، ولی خب اینه که لوپو هم یاد میگه اینه که نیوزویک یا تایم بیاد این کارو بکنه و یه مقدار خب فکر کنم احساس میکنن که الان داستان یه چیز جدیدتری است و به هر حال واسه فارنی کرده. آدم بود، خوب بود، خوب بود، قربانه دیگه. سواله خوبی بود، تو هم رفته یه ذره متفاوت از معمول. های دیگه همجور ماشاءالله مشغولی دیگه، خسته نباشیم هم دیگه، هم تو پشت داره هم. آره برای که از 8 صبح تا 8 شب. آخه یه خود برنامه ها چاره دیگه قد تقاضا زیاده میدونم، ولی فکر نمی کنم که باید فکر کردست راحت نیست مصاحبه کردن، مصاحبه نمی کنم. میدونم انرژی آدم گرفته میشه دیگه. بعد من انرژی فیزیک من خب فکر اینوه دیگه این کار کردن دیگه. تا الان خدا رو شکر به خوبی گذشته، فعلا از این به بعدم دیگه بهتر میگذره دیگه. حالا کلی برنامه داری، حالا آره. دو روز دیگه و بعد دیگه دو روز مفصل اینجا، سه روزم تو اونجا. بله، خودت راضی هستی از چیزایی که گذشت؟ جالب اینه که خب اونایی که از توجه بیشتر میکنن رو مسائل داخل، خب بذار بیشتر دنبال میکنن، یه مقدار بیشتر انترسه شدن رو چیزای داخل. یعنی خارجی رو میگی؟ خارجی دیگه کلن، چه سیاسیانشون، چه رسانه هاشون. خب بله، با این اتفاقاتی که الان این اخیران در این هرس هم میگیره که میگن که خب آقا اپوزیسیون متحد نیست، که آقا جان متکثر هست، ولی نگید که چون تکثر داره با هم یکی نیستن، بلکه هستیم الان روی هدف اصلی. شاید بعضی وقتا اون میخوان بهانه بکنن طبق معمول که بگن حالا ما بس بریم با رژیم مذاکره کنیم، چه کنیم چه نکنیم. خب به هر صورت هر کاری آدم بکنه یه کسی یه چیزی میگه. نه درسته، نه این اطلاع رسانی ها به خارج مهمه، ولی عکسش هم مهمه دیگه، دست کم نباز گرفت، چون خب بیشتر ایرانی ها روز همین سوشال میدیا با هم در ارتباط هم، ولی رسانه های بین و مللی و خارجی به خصوص که خبرنگار به اون شکل اونجا ندارن، خیلی کمتر مطلع هستن به روز چی میگذاره در ایران. بیشتر برداشتشون برداشته از فاصله دور تا نزدیکتر. باز بهشون گفت بابا این همه اطلاعات که میاد، خب یه نگاهی هم به اینا بندازین دیگه. دیگه امیدوارم دیگه با
این حرکتی که شروع شده در داخل با خانوما به خصوص با زنها، بعد الان با جوانا، با مردا، با پدرا، با مادرا، دیگه امیدوار باز بود برای که حیف اون مملکته که همیشه همینطوری که خودت میگی یک پارچه بمونه جدای دین از سیاست و آزادی دموکراسی. امیدوارم به اون روز برسیم دیگه، اون مملکتی با اون تاریخ گذشته است. نسل امروز که کاملا از این لحاظ روشنه و میدونه به کجا میخواد بره و هزینه هم داره میده دیگه، از این هزینه بالاتر چه دیگه. امیدواریم دیگه، باز مثبت بود و اون چیزی که همیشه من میگم با امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران. دقیقا شاهزاده پس از دقایقی گفتگوی صمیمی با شهبانو دوباره باید برای انجام آخرین هماهنگی‌ها پیش از برنامه فشرده روز بعد در جلسه با تیمش حاضر می‌شد. صبح روز دوم حضور در پاریس، شاهزاده رضا پهلوی برای دیدار با دو سناتور فرانسوی به ساختمان مجلس سنای فرانسه رفت. دو سناتوری که میزبان شاهزاده بودند به دو طیف سیاسی مختلف در فرانسه تعلق داشتند. بعد از استقبال میزبانان، شاهزاده به اتفاق دو سناتور از سند اصلی قانون اساسی کشور فرانسه که در ساختمان سنا نگهداری میشه بازدید کرد. این قانون جدایی دین از حکومت، دموکراسی و رفاه عمومی رو به عنوان اصول اصلی دولت در فرانسه مشخص کرده، اصولی که امروز خود شاهزاده رضا پهلوی هم برای ایران آینده بر اونها تاکید میکنه. اولین جلسه شاهزاده با آندره والینی سناتور فرانسوی بود. این سیاستمدار نماینده سوسیالیست ها، دموکرات ها و سبز های فرانسه است که در کمیته امور حقوقی و حقوق بشر مجلس سنای فرانسه عضویت داره. بعد از تشریفات استقبال، جلسه سناتور والینی و شاهزاده رضا پهلوی پشت درهای بسته برگزار شد. جلسه بعدی شاهزاده با سناتور ژاکلین اوستاژ بقینیا بود. این سناتور در حزب جمهوری‌خواه فرانسه که از احزاب راست میانه این کشور به شمار میره عضویت داره. محور گفتگوهای شاهزاده رضا پهلوی و دو نماینده با نفوذ سنای فرانسه، راهکارهای عملی حمایت از مردم ایران و کمک به ایرانیان در مبارزه‌شون علیه نظام جمهوری اسلامی بود. محتوای این دیدار چی بوده؟ در ارتباط اینترنت صحبت کردیم و ارتباطات اساسی که باید مردم بتونن داشته باشن با کمک تکنولوژیک هستش. راجع به یک صندوق حمایت مالی برای کارگران و اعتصاب کنندگان صحبت شد و اینکه چگونه بعضی از این فرض کنید پول‌های بلوکه شده رو میشه دوباره در این جهت گذاشت. صحبت از تروریسم شناختن سپاه پاسداران بود که خب خیلی از این مسائل رو هم میتونه در بر بگیره. مسائل از این قبیل مطرح شد و به هر حال پیگیری این کار که در آینده چگونه میتونیم این هماهنگی رو ادامه بدیم. بسیار مشتاق بودن به همکاری و پشتیبانی و هدفشون هم این استش که مردم ایران بدونن که فراتر از فقط یه موضع‌گیری اصولی واقعا میخوان کار بکنن و کمک بکنن و خب من خیلی خوشحالم از این بابت و امیدوارم بتونیم باشون یه کار خیلی جدی رو داشته باشیم در آینده. بعد از این دو جلسه نسبتاً طولانی در مجلس سنا، شاهزاده در بعد از ظهر روز دوم حضور در پاریس به دعوت اولیویه مغلیکس، نماینده حزب جمهوری خواه فرانسه، به ساختمان مجلس ملی این کشور رفت.
بعد از استقبال اولیویا مگلیکس، جلسه شاهزاده رضا پهلوی با این سیاستمدار فرانسوی بدون حضور دوربین ما برای حدود یک ساعت پشت درهای بسته انجام گرفت. بر اساس برنامه ریزی تیم شاهزاده رضا پهلوی قرار بود شاهزاده در عصر روز دوم با تعدادی از فعالان ایرانی فرانسوی که از سازمان دهندگان تجمعات اعتراضی خارج از کشور بودند در کافه‌ای در پاریس ملاقات داشته باشه، اما در آخرین لحظه به دلیل هشدارهای امنیتی از طرف تیم محافظان به شاهزاده اعلام شد امکان برگزاری این ملاقات وجود نداره. اما شاهزاده که اصرار به دیدار با این فعالان ایرانی فرانسوی داشتند از گروه همراهش خواست تا به سرعت شرایط رو برای برگزاری دیداری مجازی از خانه شهبانو فرح پهلوی فراهم کنند. اما برگزاری این جلسه مجازی در لحظات آخر چندان هم بدون دردسر نبود. نه چند اسم با لایف باکس نمون؟ 60-70 بود فکر کنم. این نیست این نیست این ضعیف هم بسید من میگم اون نیست این بابا Wi-Fi went out, everyone. Hotspot. Hotspot? No, we can't do that place too much. No, we have to figure out. What happened? We don't have Wi-Fi? بعد از دقایقی دشواری در برقراری ارتباط مجازی سرانجام دیدار ایرانیانی که بی صبرانه منتظر شروع جلسه بودند محقق شد. دوستان درود، صدای من هست؟ بله. اوکی، میبخشید دوستان، درست موقعی که خواستیم شروع کنیم اینترنت اینجا قطع شده، مقدار تأخیر داشتیم ولی خوشبختانه برگشت. شاهزاده عزیز، مرسی از حضورتون. دوستان عزیز، مرسی که اومدین. شاهزاده، همونطوری که من این افتخار دارم خیلی وقت شما میشناسم، همیشه اصرار داشتین که هر جای دنیایی که برید با ایرانیا دیدار بکنید. نکته مهم برای همگی ما این هستش که برای بار اول پس از گذر بیش از 43 سال بالاخره سیاستمداران و تصمیم‌گیران و قانونگذاران کشورهای غربی قبول کردند که الان وقتشه که با صدای آلترناتیو و نمایندگان یک اپوزیسیون سکولار دموکراتیک صحبت رو در واقع شروع بکنن به مفهوم جدی، چون که تا به حال واقعا دیالوگ بین خارجی ها و ایران فقط محدود بوده به نمایندگان جمهوری اسلامی. این جلسه مجازی حدود 3 ساعت طول کشید و شاهزاده رضا پهلوی به پیشنهادات و نگرانی های فعالان ایرانی فرانسوی گوش داد. شاهزاده مرسی. خب همه اینا در جهت یک جای انداختن سری پروژه ها و برنامه هاست، یه چیز ملموس و قابل درک که در واقع یارگیری براش اصلا ربطی به اینکه شما تعلق به کدوم جریان فکری نداره. یه کار تخصصی است، یه کار علمی است، یه کار حقوقی است، یه کار زیست محیطی است، یه کار اقتصادی است. بنابراین کارشناسان حتی از جریانات سیاسی هم که باشن در قالب یه پروژه اگه با هم دیگه همکاری بکنن اصلا یادشون میره که این وسط چپه، که این وسط راسته، که این وسط مشروطه‌خواه یا جمهوری‌خواه. میریم رو برنامه‌ریزی و این فرضاً من بیشتر کمک خواهد کرد به یک اتحاد واقعی اپوزیسیون تا که بخوایم فقط یه ویترین چینی کرده باشیم. ببخشید من دیگه جمع جور بکنم مسئله رو و دیگه باید شروع بکنیم تا برنامه دیگه. خب
از این اتاق به اون اتاق، از این جلسه به اون جلسه، از این کشور به اون کشور. برنامه کاری روز سوم شاهزاده رضا پهلوی در پاریس گفتگو با رسانه ها بود. برای شاهزاده اهمیت زیادی داشت تا از طریق رسانه های گروهی صدای ایرانیان رو به مردم دیگر کشورها برسونه. شروع روز کاری انجام یک مصاحبه اختصاصی با ORF تلویزیون ملی کشور اتریش بود. ORF با 4 شبکه تلویزیونی و 12 کانال رادیویی بزرگترین سازمان رسانه‌ای در اتریش به شمار میره. So far so good. It's been a very heavily charged program for me since we began in Munich 4 days ago and it keeps on going. As I have stated for the past 40 years and counting, my only mission in life is to see to it that we come to an end process, which is ultimately what the people of Iran will have to determine in a free and fair election and a constitutional process whereby the Constituent Assembly will have to decide the ultimate form and shape and present it to the people as a project to be ratified by a referendum. That's my political mission ending in sense of my objective, and I would have accomplished my political mission for my country. شاهزاده در این گفتگو با خبرنگار ORF ضمن برشمردن خطراتی که جامعه اروپا رو تهدید می‌کنن، نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، صدور تروریسم و بنیادگرایی، دامن زدن به بحران مهاجرت به اروپا و دیپلماسی گروگانگیری این نظام رو یادآور شد و به اروپایی‌ها توصیه کرد برای رهایی از این مشکلات ارتباط با اپوزیسیون ایرانی و پشتیبانی از انقلاب مردم ایران رو در پیش بگیرن. خوب داری پیش بره، یعنی ملاقات های متعدد و جور و جور، یعنی تنوع ملاقات ها خوبه، یعنی فقط یه گروه یا جریان یا وضعیت خاصی است. تحلیلگر هستش، متخصص هستش، سیاستگزار هستش، از همه جورش. پس از مصاحبه با ORF، شاهزاده بلافاصله عازم ساختمان دیگری شد تا این بار در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط باشگاه مطبوعاتی اروپا و آمریکا سازماندهی شده بود شرکت کنه. در این جلسه مطبوعاتی جیم بیترمن، خبرنگار ارشد CNN، کریستین مالارد، تحلیلگر ارشد خارجی در i24 نیوز، ویرجینی رابرت، سردبیر میز خارجی در لسکوز از بزرگترین روزنامه‌های اقتصادی فرانسه و فیلیپ توغله، سردبیر امور بین‌الملل در فرانس 24 شبکه تلویزیونی اصلی فرانسه بر روی پنل مطبوعاتی حاضر بودند. Would you welcome a military intervention on behalf of Israel backed by US? Absolutely not. That has been my red line from the beginning. I think that any kind of military intervention out of principle is something that as a nationalist I would reject. And I think many Iranians will join me in that opinion. And I see this as half full, not half empty. That's basically my school of thought. I tend to want to think positive rather than negative, even though we've been burned many times. But that doesn't mean I have to abandon the thought that reason and common sense will prevail at the end of the day, only if we could persuade at the right time. It's much more difficult to persuade if you're never heard, of course, which is why I was saying that until now we didn't have the opportunity to at least get a chance to persuade. Now we do. Guys, I need everybody to move over there. بعد از نزدیک به 3 ساعت جلسه پرسش و پاسخ، شاهزاده که باید خودش رو به قرار بعدی میرسوند به سرعت از محل نشست مطبوعاتی خارج شد.
کانال 5 تلویزیون فرانسه از شاهزاده دعوت کرده بود تا در یک برنامه تلویزیونی معروف و پربیننده به میزبانی آن الیزابت لیموین شرکت کنه. بار اولیست که در این برنامه شرکت میکنم. این حالت میزگردی داره و فکر کنم خب برنامه ساز اصلیشون هست همراه با فکر کنم دو سه نفر دیگه که فکر کنم روزنامه نگار هستن و جزو این پنل هستن و این سوال صحبت جواب سوال خواهد بود فکر میکنم حدود 20 دقیقه همچین چیزی اون سگمنت مربوط به من خواهد بود. ساعت 7 تازه میخوان شروع کنن میکاپ و بعد دیگه فکر کنم هفت تازه میکاپ فکر کنم طرف های نه مسئله اینه که اولا من میخوام چیزای شیرین نخورم بجاش چی راستش هیچی هیچی من صبح دو تا تخم مرغ می‌خورم با یه تیکه نون بعد میره تا شب دیگه هیچی نمی‌خورم تو روز Bonsoir. Je me permets de vous saluer. Bonsoir. Enchanté. Enchanté aussi. On sera ensemble en plateau. Oui. C'est Anne-Elisabeth qui démarre l'interview, mais je poursuivrai. C'est moi qui me suis chargé du sujet. Je suis vraiment ravi de vous recevoir ce soir. On va pouvoir évoquer des choses que vous connaissez par cœur. Donc il n'y a pas de piège. On va parler de la mobilisation in et out à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. On va parler de ce que vous pouvez incarner, vous, en tant que fils du dernier Shah d'Iran. On va parler de ce que pourrait attendre la population sur place. Enfin, vous savez de ça par cœur. Je suis ravi de vous recevoir. Je suis vraiment très content. Merci beaucoup. Bonsoir Babette. Bonsoir Mathieu qui venait d'un peu loin. CNN. جنبش زن، زندگی، آزادی، اعتراضات سراسری مردم ایران و معرفی کوتاه مهمان ویژه برنامه پیش درآمد ورود شاهزاده به استودیو بود. Bonsoir Reza Pahlavi. Bonsoir. Vous êtes donc le fils du dernier Shah d'Iran, en exil depuis maintenant 43 ans. On vient de voir des images qui datent d'il y a 43 ans, quelques mois après votre départ d'Iran. گفتگوی شاهزاده در برنامه آن الیزابت بیشتر حول محور انقلاب مردم ایران و نقش زنان بود. با این حال در این برنامه سوالی تکراری راجع به گذشته از شاهزاده پرسیده شد که البته پاسخ او به این سوال مورد توجه حاضران در برنامه و بینندگان قرار گرفت. Moi je suis pas là pour écrire l'histoire, je suis là pour faire l'histoire. Et donc dans ce contexte, nous avons un regard vers le futur en appréciant et en comprenant et en mettant en place tout ce qui était dans le négatif pour ne pas le répéter et garder tout ce qui était positif. Je pense que dans cette optique, vous verrez que, quelle que soit la démarcation politique de toute divergence, on se retrouve encore une fois dans un discours de démocratie, de pluralisme et surtout de laïcité, car c'est à mon avis une précondition pour la démocratie, mais avec un regard vers le futur, en ayant aussi bien compris l'histoire et notre évolution et donc maturité politique par conséquence. Merci beaucoup Reza Pahlavi d'avoir accepté notre invitation. Merci Nicolas Bouzou, la France de la presse.
disponible dès aujourd'hui en librairie. Dans un instant, nos invités de dîner. Merci pour tout, Louis. Monsieur Palladi, on était tellement heureux pour ce moment. Merci infiniment. À bientôt. Thank you so much. Thank you so much. بریتانیا و شهر لندن سومین مقصد سفر اروپایی شاهزاده رضا پهلوی بود. اولین برنامه شاهزاده در اولین روز حضور در بریتانیا ملاقات و گفتگو با نمایندگان مطبوعات این کشور بود. دیدار شاهزاده با خبرنگاران رسانه‌ای اصلی بریتانیا در یک هتل در شمال لندن انجام گرفت. Shall we sit across from each other? Sure. There's a table larger than the microphone. That's one of your reasons I'm asking. Thank you so much for taking the time to speak to me. I really appreciate that. اولین مصاحبه شاهزاده با روزنامه تلگراف بود. I wondered if I could start by just asking you a bit about your life before we get into the current politics. بعد از پایان گفتگو با خبرنگار روزنامه تلگراف، عکاس این روزنامه نگار هم تعدادی عکس از شاهزاده انداخت و بلافاصله بعد از اون شاهزاده در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز هم شرکت کرد. Sorry for the delay. Andrew. How do you like to be addressed? I wasn't quite sure how to address you. Don't worry about titles. What I have to say is more important than how you call. But people are still calling you Prince. I've been called all sorts of names. Prince, Your Highness, whatever. But honestly. دوربین ما اجازه فیلم برداری این مصاحبه را نداشت. بعد از دو مصاحبه با دو روزنامه مهم بریتانیایی، شاهزاده به سرعت برای شرکت در یک گفتگوی تلویزیونی و اختصاصی با لوسی واتسون، مجری اخبار شبکه آی تی وی بریتانیا، به ساختمان دیگه ای رفت. ITV بزرگترین شبکه خصوصی در این کشور به شمار میره و گفتگو با این شبکه تلویزیونی برای شاهزاده رضا پهلوی فرصتی بود تا صدای مردم ایران رو به گوش میلیون ها مخاطب انگلیسی زبان ITV برسونه. It's so important for us to make the world understand that you have to think of an alternative for the benefit of a nation and a people who share the same values of liberty and human rights as you experience it here in the Western world. Do you not have any fear? Do you not fear for your own life, your families? The question is it in vain or is it for a purpose? It's always been for a purpose. Therefore, I'm not afraid and I'm willing to risk my life if so needed. But we need to win. We need to win this fight. I'm very, very grateful. Thank it was you a so complete much. Delight Good to meet you. Thank you very much for your time. Of course. All right, thanks a lot. Take care of yourself. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. روز دوم حضور شاهزاده رضا پهلوی در لندن در تلویزیون من و تو گذشت. Long time no see.
خسته نباشید. خسته نباشید. سلام علیکم. خوش آمدید. دفعه پیش که شما اومدید دیدین ما اینجا واسه کلاغ میذاشتیم. داشتیم اینجا رو میساختیم. We would have loved to as an entrance out جلو بیایم ولی خب دیگه اینجا برکته. واقعا خسته نباشید. من وقتی میریم توی یه دونه از این های چرا هستش براتون بچه همه جا خیلی دسپرد آر سایم بپرم این باله سایم You're kidding me سلام دوستو خبر سلام دوستو در بعد به ورود شاهزاده به من و تو جلسه دیدار و پرسش و پاسخ برخی کارکنان من و تو برنامه ریزی شده بود. حضور شاهزاده فرصتی برای همکاران در من و تو فراهم کرده بود تا سوالاتشون از شاهزاده رو رو در رو با او مطرح کنند. تضمین و راهکار شما برای حفظ یکپارچگی ایران و دفاع از حق انتخاب مردم در فردای آزادی چیه؟ اگه کسانی مشکل دارن با اینکه هویت خودشون رو یه هویت ایرانی قبل از هر چیز ببینن، خب کسی که خودش اصلا ایرانی ندونه اصلا حرفی نداره بهش رو بزنه. و الان این مدتی هم هستش که مدیریت گروه گزارشگر خوب منو تا رو دارم و این جلسه به صورت زنده از اینستاگرام منو تو هم پخش می شد. خیلی ممنون با من خسته نباشید. من ببخشید اگر که من نتونستم برای سوال رو رفتیم و خیلی محدوده برای اجازه دیدیم اما یه وقت خیلی محدودی برای عکس داریم بچه که مثلا با شما عکس بگیریم. بعد از جلسه پرسش و پاسخ با همکاران من و تو نوبت به مردم ایران رسید تا از تریبون برنامه امیدیم مستقیماً با شاهزاده صحبت کنند و سوالاتشون رو در یک برنامه زنده تلویزیونی از ایشون بپرسن. بچه صدا را میان اینو برای تو بخش میکنن گیرش هم میزنن جا خانم ها آقایان با درود فراوان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم که امشب هم تونستم در خدمتتون باشم با مهمون ویژه شاهزاده رضا پهلوی. خیلی خوش اومدید شاهزاده برنامه خودتون. امید جان خیلی ممنون و واقعا خسته نباشید و به تمام کارکنان و کارمندان زحمتکش تلویزیون من و تو. اگه اجازه بدید من با خانم نامشون رو گذاشتم صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زدن خانم. از کرج تلفن داریم. از کرج، تهران، بله، شاهرود، دوباره مشهد، بله، اصفهان، شیراز، از همه جا. مادرم هستش داره با قربون صدقه شما میشه شما میره. ما فقط میخواستیم بگیم ما همه سربازه شما این من و خانواده توی ایران. دوستان عزیز، با از همه چیز مهمتر اعتبار به نفس هست و بدونید که با این اعتبار به نفس محالی که موفق نشید. من باور دارم بهتون. خیلی ممنونم از صحبتتون و خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی و همراهان همیشگی. خسته نباشید شاهزاده. خیلی ممنونم. پس از 2 ساعت برنامه زنده و بیش از 42,000 تماس تلفنی از ایران، روز شلوغ و پربرنامه شاهزاده رضا پهلوی هم به پایان رسید. روز سوم اقامت شاهزاده در بریتانیا. شاهزاده ابتدا در جلسه‌ای با هدف بررسی جزئیات برنامه‌های روز کاری شرکت کرد.
پس از این جلسه انجام یک مصاحبه با روزنامه گاردین، یکی از مهمترین روزنامه‌های بریتانیا و جهان، در برنامه کاری او قرار داشت. گاردین که به عنوان روزنامه‌ای با تمایلات چپ شناخته میشه، یکی از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های بریتانیا است و وبسایت این روزنامه هم در ردیف پربازدیدترین نشریات آنلاین در این کشور به شمار میره. در همین روز برنامه‌ای برای دیدار شاهزاده رضا پهلوی با شیرین عبادی، فعال حقوق بشر ایرانی، تدارک دیده شده بود. باشه، یه سر تنگی. نه بنده. تنگ شده. به جز هماهنگی‌های امنیتی، هوای بسیار سرد ماه فوریه در لندن هم دردسرساز شده بود و شاهزاده به ناچار کت یکی از همراهان را امانت گرفت. قرار بود تا شاهزاده و خانم عبادی بعد از دیداری کوتاه در کنار هم به دیدار یک فعال ایرانی که در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب غذا زده بود برن. این نسل ما سلطنت طلب باشن چیز عجیبی نیست. درست. جوان ها عجیب شما توی نسل جوان اینقدر طرف دازه، یعنی اگر از 16-17 گرفته تا 40 اما من توی ایران ها توی ایران نه چیزی از اون دوران یادشونه، نه رفاه اون دوران یادشونه، نه چیزی. بله. اینه که شما چند تا چهره از شما میبینن که خودشون رو توشون تو پیداش میکنن، میگن تامای همشانه کروات بزنه. درسته. چند تا صحنه شما هست که با دختراتون رفتیم کجاست دیسکوشیه با هم می‌رخصین روینا، این انقدر دست به دست گشته. پس از چند دقیقه پیاده روی، شاهزاده و خانم عبادی به مقصد رسیدن. منو به شیرستون بخیر، خوب هستی شما؟ خوشبختم، مرتی هستم، خوشبختم، مرتی هستم، خوشبختم، مرتی هستم، خیلی حیدیم، سلام. سلام. وحید بهشتی از 5 روز قبل در حمایت از مردم ایران و با درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی دولت بریتانیا در مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور دست به اعتصاب قضا زده بود. واقعا صداتون رو داریم رساتر میکنیم، پیامتون هم رسیده. من و بانو عبادی بودیم، اولا قدردانی بکنیم از این اسکوپ گذشتگی که نشون دادید، ولی در آن واحد تقاضا کنیم که پس از این عملتون به اعتصاب غذاتون پایان بدید، چون واقعا لازمتون داریم و دیگرانی که توی مبارزه همیشه بودن. اولین بار بود که جناب آقای پهلوی رو من دیدار کردم اینجا. خیلی محبت کردن، آمدن اینجا قدم رنجه فرمودن و خواسته ای هم داشتند. از روی اون محبتی که داشتن از من درخواست کردن که اعتصاب رو بشکنم، ولی با تمام نهایت احترامی که برای هر دو عزیز دارم، برای تمام فعالیتاشون در این راستا، ولی گفتم که اجازه بدید که من این کار رو ادامه بدم. روز پنجم حالا وقت داریم تا ببینیم به کجا میرسه و ایشون و خانم عبادی هم به هر حال موافقت کردن و گفتن که خب شما ادامه بدید.
بله. با پایان یافتن دیدار شاهزاده با وحید بهشتی، او بلافاصله به پارلمان بریتانیا رفت تا در اونجا با تعدادی از نمایندگان پارلمان دیدار کنه. دیدار شاهزاده با نمایندگان پارلمان بریتانیا در پشت درهای بسته انجام گرفت. مقصد بعدی شاهزاده شهر آکسفورد بود. انتشار خبر حضور شاهزاده در این شهر صدها نفر از ایرانیان مقیم بریتانیا رو به مقابل ساختمان اتحادیه آکسفورد کشونده بود. پس از عبور از میان جمعیت، شاهزاده با دو دانشجوی پاکستانی هم گفتگو داشت. یکی از این دانشجویان عکسی از پدر بزرگ خودش رو که در دهه 50 در کنار محمد رضا شاه پهلوی انداخته بود به همراه داشت و از شاهزاده درخواست کرد تا اون رو امضا کنه. بعد از این شاهزاده بلافاصله برای دیدار کوتاهی با جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج که درخواست دیدار و طرح ایده هاشون با او رو داشتن به یکی از سالن‌های جانبی رفت. I lost my pin. I think it was in the coming out of the car. Do you want Osiris numbers? This is my last pin. Okay. بعد از این دیدار و گفتگوی پیشبینی نشده، گروهی از نمایندگان انجمن اتحادیه آکسفورد شاهزاده را برای سخنرانی به سالن اصلی اتحادیه هدایت کردند.
اتحادیه آکسفورد یکی از قدیمی ترین و معتبرترین اتحادیه های دانشگاهی جهان به صورت دوره‌ای از افراد برجسته بین المللی در حوزه های سیاست، علوم و فرهنگ برای انجام سخنرانی و بحث و گفتگو دعوت به عمل میاره. هرچند شاهزاده رضا پهلوی پیش از این در اتحادیه آکسفورد حضور داشته، اما تا به حال هرگز حضور او اهمیت این بار رو نداشته. گروهی از دانشگاهیان و نمایندگان رسانه ها حاضران در جلسه سخنرانی بودند. شاهزاده پس از سخنرانی کوتاه زمان بیشتری رو به پرسش‌های دانشجویان و حاضران اختصاص داد. Of course, sanctions are a good way to isolate the regime and lead to its overthrow. But how do you balance that with people who argue that, especially as somebody who lives in the West, sanctions are causing more harm for the ordinary Iranian, the average citizen? Thank you very much. Excellent question, and in fact, I've been faced with this question many, many times throughout the years. And of course, people say, "Hop, we suffer as a result of the sanctions." The problem is because the initial premise that the West had in applying sanctions was based on a totally false expectation of behavior change. بسیاری از ایرانیان مقیم لندن و آکسفورد بعد از انتشار تصاویر در فضای مجازی متوجه حضور شاهزاده شده بودند و لحظه به لحظه به جمعیت اطراف مجموعه اتحادیه آکسفورد اضافه می شد. به دلیل حضور انبوه جمعیت، پلیس و تیم امنیتی از شاهزاده خواستند تا بررسی دقیق چگونگی نحوه خروج در ساختمون بمونه. بعد از حدود نیم ساعت انتظار، بالاخره شرایط برای خروج شاهزاده مهیا شد و او با هدایت تیم امنیتی از ساختمان خارج شد. دلیل انبوه جمعیت در اطراف ساختمون، تعداد زیادی از نیروهای پلیس ماشین شاهزاده رو تا مسافت زیادی اسکورت کردند. و این گونه یک روز تاریخی و فراموش نشدنی کاری برای شاهزاده به پایان رسید.
بعد از 3 روز اقامت در بریتانیا، شاهزاده و تیم همراهش از لندن عازم بروکسل پایتخت بلژیک و مقر کمیسیون واحد و شورای وزیران اتحادیه اروپا شدند. فرود هواپیما در فرودگاه بروکسل، چارلی وایمرز، سیاستمدار سوئدی و عضو پارلمان اروپا برای استقبال به کنار هواپیما آمد. وایمرز از دعوت کنندگان شاهزاده رضا پهلوی برای سخنرانی در پارلمان اروپا بود. روز دوم حضور شاهزاده در بروکسل، روز سخنرانی او در پارلمان اروپا بود. در بعد به ورود شاهزاده به مقر پارلمان اروپا، رئیس تشریفات پارلمان و تعدادی از همراهانش به استقبال او آمدند. بعد از استقبال از شاهزاده دعوت شد تا برای دریافت هدیه ویژه پارلمان اروپا به دفتر اداره تشریفات بره. در اداره تشریفات چارلی وایمرز نماینده سوئد هدیه ویژه پارلمان اروپا رو که کتابی با عنوان خانه تاریخ اروپا بود به شاهزاده تقدیم کرد. This is a protocol gift which is normally given to heads of state and it's a token of این کتاب بر اساس پروتکل تنها به سران کشورها، رؤسای جمهور و مقامات عالی رتبه اهدا میشه، اما به دلیل جایگاه شاهزاده رضا پهلوی تصمیم گرفته شد تا این هدیه به ایشون هم داده بشه. I accept this on behalf of my compatriots. It's a gift to them and I appreciate that. Thank you. It's the first time that the Crown Prince visits the European Parliament. I discussed with the Crown Prince different ways the European Union can use to put maximum pressure on the Islamic Republic and also maximum support for the Iranian opposition. We are still working on my side is still working on صبح اون روز چند دیدار و جلسه در برنامه کاری شاهزاده قرار داده شده بود. ملاقات و گفتگو با روزنامه‌نگار و عضو پارلمان اروپا از فرانسه و دیگر نماینده فرانسوی این پارلمان از جمله این دیدارها بودند. همچنین شاهزاده با آریان کاراپت، نماینده ارمنی ایرانی کشور سوئد که برای دیدار با شاهزاده به بروکسل آمده بود هم ملاقات کرد. As a member of the Democratic Parliament, it's important for me to show support for the only opposition leader Iran has, Shahzadeh. And he's the game changer. So I'm here to show the political support and through our connections, see what we can achieve together. پس از این دیدارها زمان سخنرانی شاهزاده در پارلمان اروپا فرا رسید. قبل از ورود به محل برگزاری سخنرانی، شاهزاده به ابراز احساسات ایرانیان پاسخ داد. اصلا مردم ایران با اهل کجایی؟ سرندست. بله. من با شبانو هم حرف زدم. شبانو با من تقریبا 2 ماه پیش به من زحمت کشیدن زنگ زدم با شبانو هم حرف زدم. شاهزاده در رکاب شما همیشه برای ایران و ملت ایران میستیم و همیشه هستیم برای شما. من یه کادوی ناقابل برای شما بردم. نقشه ایران با
دریای شمال و جنوب دریای کاسپین. خیلی ممنون که شاید با این بتونید چشم بگیرید. خیلی آگیر میدن دریای شمال رو نداره عکسش هست. میتونم من اینو یادگاری از شما داشته باشم؟ خیلی خوب. یه پرویز من فامیل تیم سال دیگلری هستم. ممنون شما. خسرو بله من یه عکس چرا که خیلی مالی کجا باشی؟ Let them take a picture just. یا اگه میتونیم بگید شما هم برن شما. اصلا نور بیشتره. چرا که نخلاص. Long live King of Iran! That's our Pahlavi! Javid Shah! Javid Shah! Javid Shah! برگزار کنندگان این سخنرانی چارلی وایمرز و توماس دوخوفسکی نماینده جمهوری چک در پارلمان اروپا بودند. To those worried about the so-called vacuum after the inevitable fall of this criminal regime, I say with certainty and with pride that the Iranian people have the talent and the will, the technical experts, the political forces and the national unity to manage the transition from this regime to a secular democracy. My compatriots at home are more than capable of administrating the affairs of our country during a transition period. سخنرانی در محل پارلمان اروپا آخرین رویداد عمومی و رسمی شاهزاده در تور اروپایی خودش بود. It is my hope to be able to say to them that they are not alone, that today Europe stands with them, not their oppressors. And today and going forward, Europe recognizes the Iranian people, not the Islamic Republic, as the true sovereigns of Iran. May light triumph over darkness. Thank you.